در خط خبرها. بالا گرفتن دوباره تب کرونا در اروپا، قوانین جدید قرنطینه دولت بریتانیا را رو در روی مسئولان محلی قرار داده. مناظره‌ای که لغوش مانع کشمکش‌های انتخاباتی آمریکا نشد، ترامپ و بایدن در برنامه‌های تلویزیونی جداگانه به یکدیگر تاختند. عملیات تازه دولت افغانستان در هلمند، مقام‌های محلی می‌گویند طالبان را از شهر لشکرگاه بیرون راندند. و پیاده روی روزانه ای که به تعقیب و گریز با یک شیر کوهی ختم شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. شمار روزانه مبتلایان به کووید 19 در اروپا حالا از آمار ابتلا در هند و آمریکا فراتر رفته. فرانسه دیروز با شناسایی بیش از 30,000 بیمار جدید بیشترین میزان ابتلا در یک روز را از آغاز همه‌گیری کرونا ثبت کرد. در بریتانیا با افزایش شمار مبتلایان، نیمی از جمعیت این کشور از فردا با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو می‌شوند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. موج دوم شیوع ویروس کرونا در اروپا، آنچه مردم و دولت‌ها از آن واهمه داشتند، اتفاق افتاد. حالا از قلب اروپا این هشدار شنیده می‌شود. داریم به سرعت زمان رو از دست میدیم. همه ما باید هر کاری در توانمون هست انجام بدیم تا از پیامدهای ویرانگر یک قرنطینه سراسری برای سلامت افراد، جامعه و اقتصاد جلوگیری کنیم. شمار مبتلایان در فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز به روز بیشتر می شود. حالا دولت‌های اروپایی محدودیت‌های جدید برقرار کردند. مدارس ایتالیا در مراکز شیوع تعطیل شدند. بارها و رستوران‌ها در بریتانیا باید رأس ساعت 10 شب درهای خود را به روی مشتری‌ها ببندند. و در لندن پایتخت از فردا محدودیت‌های بیشتری برای تجمع و رفت و آمد خانوارها اجرا می‌شود. در هلند هتل‌ها و مسافرخانه‌ها تعطیل شدند. رستوران‌ها و بارها در مرکز شیوع ویروس در فرانسه به صورت محدود فعالیت می‌کنند. شرایط در جمهوری چک هم که یکی از موفق‌ترین کشورهای اروپایی در کنترل همه‌گیری شناخته می‌شد، رو به وخیم شدن است. حالا این بیمارستان‌ها ظرفیت کافی برای پذیرش مبتلایان ندارند و بخشی از بیماران قرار است به آلمان منتقل شوند. وضعیت رفته رفته نگران کننده تر میشه. نیاز به اقدام‌های جدید است. بیشتر از هر چیز همکاری کشورهای اروپایی و نظم و هماهنگی. رئیس کمیسیون اروپا بعد از این سخنان مجبور به ترک جلسه شد. او خبردار شد که با یک فرد مبتلا به کووید 19 در ارتباط بوده، در حالی که کووید 19 خزنده در حال رخنه به راهروهای کانون سیاستگذاری اروپا است. بیشتر مردم اروپا نمی‌خواهند به روزهای تاریک قرنطینه سراسری برگردند. اینجا شهردار منچستر، یکی از مراکز شیوع ویروس در بریتانیا، مخالفت خود را با محدودیت‌های دولت اعلام می‌کند. They are asking us to gamble. دولت از ما می‌خواهد سر شغل و سقف بالای سر شهروندان، کسب و کارها و بخش بزرگی از اقتصاد قمار کنیم. آن هم برای اجرای استراتژی‌ای که کارشناسان می‌گویند ممکن است جواب ندهد. ما به هیچ وجه به این موضوع تن نمی‌دهیم. اما همیشه این نگرانی وجود دارد که موج دوم همه‌گیری به کوبندگی موج اول باشد یا حتی شدیدتر. آن هم برای عده‌ای که ممکن است در شرایط بحرانی به اندازه کافی به آنها توجه نشود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. فرهنگ جهانپور، کارشناس مسائل بریتانیا، از آکسفورد با ما هستن. آقای جهانپور، یکی از انتقاداتی که به سیاستمداران در بریتانیا میشه اینه که در خیلی از مراحل اولیه برای مقابله با کووید 19 به توصیه دانشمندان گوش نکردن و الان کارها و اقداماتی رو که میکنن اونقدر مؤثر نیست و ضربه بیشترین ضربه رو اقتصاد و مردم کم درآمد میبینند.
البته این کاملا درسته، ولی خب فقط منحصر به انگلستان نیست، این در تقریبا تمام اروپا و مخصوصا در آمریکا می‌دونیم که تعداد مبتلا کسانی که فوت شدن در آمریکا به 215,000 نفر بالغ شده و تعداد تلفات در انگلیس از 42,300 نفر بالاتر رفته. این است که معلوم نبود که در حقیقت چقدر فعالیت لازم است، ولی الان هم خب باز اختلاف نظر هست، هم بین خود دانشمندان و دکترها و هم بین دولت و گروه های مخالف. بحث مهمی که الان مطرح میشه این است که این اتفاق، این اپیدمی نشون داده که چقدر نابرابری مخصوصا در زمینه رفاه اجتماعی و پزشکی در کشوری ثروتمند و مرفهی مثل بریتانیا وجود داره. البته یکی مربوط به مسائل ثروت میشه و یکی هم مربوط به فشردگی جمعیت میشه. میدونید که در مرحله اول بیش از همه شهر لندن صدمه دید، در حالی که مثلا فرض کنید کورنوال که بیشتر کشاورزی است و دوردست، تعداد تلفات الان هم خیلی کمه و فعلا بزرگترین مشکل در شهرهای بزرگ شمال و شمال غرب مملکت، یعنی در منچستر و فرض کنم که لیورپول هست. و این هست که هم تعداد زیاد جمعیت که به هم دیگه در یک جا باشن و هم البته موضوع فقر که باز معنیش این میشه که تعداد زیادی بیشتری در یک خانواده هستن، یکی از عوامل درگیری بیشتره. انتقاداتی که میشه به دولت آقای بوریس جانسون، چقدر این انتقادات رو میشه پذیرفت؟ و به طور مثال آیا واقعا اگر حزب مخالف دولت میامد بر سر کار، اونها آیا برنامه بهتری میتونستن داشته باشن؟ برای خود این موضوع حدس و گمان هست. من خیال میکنم که اینها حزب محافظه‌کار و آقای جانسون حد اکثر تلاش خودشون رو به کار بردن، ولی خب نتیجه خیلی بد بود، چون می‌دیدیم که در بریتانیا در حقیقت تعداد تلفات به نسبت جمعیت شاید بالاترین رقم هست در اروپا، کمایی که در آمریکا 4% جمعیت بیش از 20% تلفات دنیا رو داشتیم. این هست که خب خیلی مشکله، ولی خیلی هم معتقدن که اگر از همون روز اول در ماه مارس اینها شدید جلوی رو گرفته بودن، شاید نتیجه خیلی بهتر بود. الان یک پیشنهاد دیگری که میشه در مورد این هست که بهتر بود که از همون اول بریتانیا از مدل شیوه سوئد استفاده میکرد، چنین شیوهی رو پیاده میکرد. والا باز در مورد همون هم خیلی بحث و شک و گمان هست. میدونیم که سوئد اولا باز یک کشوری هست که نسبتاً فشردگی جمعیتش کمه، ثانیاً نه اینکه مردم مراعات نکردن، بلکه در بریتانیا و غیره به اجبار بود، در سوئد خود مردم داوطلبانه اجرا کردن. و ثالثاً الان اخیراً تعداد مرگ و میر در سوئد به مراتب بیشتر از کشورهای همسایه مثل دانمارک و نروژ هست. این است که خیال میکنم اون تزی که باید این رو آزاد گذاشت تا خودش تعداد تلفاتش رو پیدا بکنه و بعد بگذره، این کاملا غلط بود. متشکرم. یعنی کشورهای مثل آمریکا که این رو سنگین نگرفتن، جدی نگرفتن، تعداد تلفات خیلی بیشتر میگه. ممنونم از شما فرهنگ جهانپور، کارشناس مسائل بریتانیا در آکسفورد. متشکرم. به گفته وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 265 نفر بیمار مبتلا به کرونا جانشان را از دست دادند و بیش از 4500 بیمار جدید شناسایی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران ضمن اعلام این آمار درباره افزایش سرایت‌های خانوادگی هشدار داده و از مردم خواسته برای دیدارهای خانوادگی از روش‌های مجازی استفاده کنند. 26 استان از 31 استان ایران از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدارند. مراسم هفتمین روز درگذشت محمد رضا شجریان در تهران به گفته برگزار کنندگانش با وجود داشتن مجوز 40 دقیقه قبل از شروع لغو شد. خبرگزاری ایلنا نوشته دلیل لغو این مراسم جلوگیری از شیوع کرونا بوده، اما عده‌ای از برگزار کنندگان گفتند توضیحی درباره علت این تصمیم به آنها داده نشده. محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، هفته قبل در 80 سالگی درگذشت. دادگاهی در آمریکا سجاد شهیدیان، صرافی ایرانی را به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا به 23 ماه زندان محکوم کرد. آقای شهیدیان مدیر صرافی اینترنتی پیمنت 24 بود که 2 سال قبل در لندن بازداشت و با رضایت خودش به آمریکا مستند شد. شرکت صرافی اینترنتی پیمنت 24 به مشتریان داخل ایران امکان پرداخت اینترنتی یا حواله پول را می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن رقیب دموکرات او به جای مناظره دیشب جداگانه در برنامه‌های پرسش و پاسخ تلویزیونی شرکت کردند. آقای ترامپ در برنامه پرسش و پاسخش برای اولین بار تایید کرد اگر در انتخابات شکست بخورد به شیوه مسالمت‌آمیز از قدرت کنار خواهد رفت. او اما به پرسش‌هایی که درباره نظام بهداشتی آمریکا و سابقه مالیاتیش پرسیده شد جواب روشنی نداد. جو بایدن رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات هم در برنامه پرسش و پاسخش به پرسش‌ها درباره سیاستش در قبال دیوان عالی آمریکا جواب روشنی نداد. خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. خشایار، مناظره نبود ولی شاید بشه گفت از مناظره هم جالب‌تر بود، اینطور که خودتو میگفتی. بله، از جهاتی میشه گفت جالب‌تر بود. مشکل این بود که هر دو مصاحبه به طور همزمان پخش شد از دو شبکه سراسری در آمریکا، ولی جالبیش این بود که فرمت این مصاحبه ها به گونه ای بود که پاسخ هایی که میدادن در حقیقت پاسخ به سوال شهروندانی بود که حاضر بودن در اون مجمع و فقط پاسخ مجری ها رو نمیدادن. مصاحبه آقای ترامپ شاید جالب تر بود به خاطر اینکه با جدل و مجادله بیشتری همراه بود، زنده تر بود. آقای ترامپ در مورد گروه کیوانان ازش سوال کردن، گروهی که معتقد به تئوری توته هست که میگن جمهوری دموکرات ها گروه شیطان پرست هستند که اعمال خلاف با کودکان انجام میدن و اینها، ازش در مورد اونها سوال پرسید که آیا از اونها براءت میجوه یا نه، آقای ترامپ با اونها آشنایی نداره. در پاسخ به مجادله مجری برنامه آقای ترامپ گفت نمیدونه اونها کی هستن، ولی میدونه که اونها مخالف آزار و اذیت جنسی کودکان هستن و اینکه پیکان حمله رو گرفت به طرف آنتیفا، یک گروه تندرو چپگرا، و گفت که میدونه اونها آدمای خطرناکی هستن. ازش در مورد ری توییت کردن یا بازنشر کردن یک مطلب در توییتر سوال شد که این نظریه رو گسترش میده که بن لادن واقعا کشته نشده و دولت اوباما صحنه سازی کرده، و از آقای ترامپ پرسیدن که چرا اینو ریتوییت کرده و گفتش که به حال بازنشر کرده به معنی تایید نیست و مخاطبان خودشون میتونن تصمیم بگیرن که درست هست یا غلط، که مجری در پاسخ و به حال تو رئیس جمهوری و عموی دیوانه یک کسی نیست که هر چیزی رو بخوای بازنشر بدی. در کل هر دو نامزد یک جاهایی از دادن پاسخ مستقیم به سوال‌ها تفره رفتند، یک جاهایی پاسخ دادند. در یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری این روزهای مردم آمریکا، مثل همه جای دنیا، همه‌گیری کرونا هست. در این باره هم از اونها سوال شد. آقای ترامپ از عملکردش دفاع کرد و آقای بایدن هم گفتش اگر واکسن بیاد برخلاف اون چیزی که قبلا گفته می‌شد واکسن رو خواهد زد. با هم می‌شنویم. خیلی ها به این بیماری دوچار شدند، مرضی که از چین برای ما فرستاده شد و نباید اجازه می دادن. همه برای پایان دادن اون در کشور ما و جهان تلاش می کنن. اگر دانشمندان بگویند که واکسن آماده است و سه مرحله آزمایشان انجام شده می زنم، بقیه را هم تشویق می کنم. یکی از انتقادهایی که در مورد آقای بایدن و خانم هریس معاون او یار انتخاباتی او مطرح میشه این هست که از دادن یک پاسخ مستقیم به این سوال که اگر به ریاست جمهوری برسند تعداد اعضای دیوان عالی رو افزایش خواهند داد یا نه تفره میرن. دوباره از آقای بایدن سوال شد در این باره، دوباره پاسخ مشخصی نداد و گفتش که این تا حد زیادی بستگی به این داره که جمهوری خواها چگونه عمل کنند. نکته مهم اینجا این هست که دیوان عالی 9 قاضی داره. آقای ترامپ سومین قاضی منصوب خودش رو به سنا معرفی کرده. عملاً این قاضی وقتی که تاییدیه بگیره از سنا، 6 قاضی محافظه‌کار در دیوان عالی خواهد بود، 3 قاضی لیبرال، و این به ضرر دموکرات‌ها و لیبرال‌ها در آمریکا هست. بعضی‌ها صحبت از این می‌کنن که اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه ترکیب دیوان عالی را تغییر میده و تعداد قضات رو زیاد میکنه که ترکیب به نفع لیبرال ها بشه. آقای بایدن از پاسخگویی تفره میره. علتش هم این هست که بعضی از رای دهندگان محافظه‌کار و جمهوری خواه که میخوان به آقای بایدن رای بدن، اگر متوجه بشن که آقای بایدن بخواد این کار رو انجام بده، احتمال این هست که نظرشون عوض بشه، و این انتقادی هست که بسیار شدید در مورد آقای ترامپ از در مورد آقای بایدن از سوی منتقدانش مطرح میشه. خشایار جنیدی در واشنگتن، متشکرم از تو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با افزایش مبتلایان به کرونا در اروپا، دولت بریتانیا محدودیت‌های تازه‌ای اعلام کرده، اما مقام‌های محلی در بعضی شهرها به این تصمیم اعتراض کردند.
بعد از لغو مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن در برنامه‌های تلویزیونی جداگانه به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. مقام‌های محلی در ششمین روز از درگیری‌ها در ولایت هلمند می‌گویند طالبان را از شهر لشکرگاه عقب راندند و عملیات زمینی و هوایی برای پس گرفتن مناطق تحت کنترل طالبان جریان دارد. در چند روز گذشته بیش از 5000 خانواده از مناطق جنگی این ولایت به مناطق امن شهر لشکرگاه پناه آوردند. اداره مهاجرین هلمند گفته تا کنون به بیش از 250 خانواده کمک نقدی کرده، اما وضعیت این آوارگان نگران کننده است. نسرین نوا گزارش می‌دهد. صدایی که این روزها گوش و دل باشندگان این شهر را رنجانده. خط اول جنگ، هلمند، شهر لشکرگاه. درگیری برای ششمین روز متوالی در این ولایت ادامه دارد. پلیس محلی در کنار نیروهای امنیتی می جنگد برای پس گرفتن مناطقی که طالبان تصرف کردند. شهر چهره نظامی گرفته. مردم هم به دنبال سرپناه هزاران آواره‌ای که از جنگ فرار کردند، همین اماکن نیمه کار است. بسیاری حتی در و دیوار هم ندارد. از ولسوالی بولان به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده. میگوید پس از شروع جنگ بیش از 60 نفر در اتاقی کوچک جمع شدند تا زنده بمانند. دیروز به لشکرگاه رسیدند با دلی پر از اندوه و دخلی خالی. بازار رفته بودم که دیدم در منطقه ما طالبان گشت و گذار می کنند. خانه ما 200 متر از جایی که جنگ شروع شد هم فاصله نداشت. با سختی خودمان را نجات دادیم. کودکان ما از درس باز ماندند و ما آواره شدیم. حکومت به ما هیچ کمک نکرده. خانه‌ای که 2000 افغانی اجارهش بود را حالا به 20000 اجاره بدهند. حتی اگر چای گرم داشته باشند، جایشان سرد است. امکانات ناچیز و درد بسیار. از چانجیر به لشکرگاه فرار کرده. ما 9 خانواده دیگر. شاکی از بیتوجهی دولت. در بدر شدیم، خاک بسر شدیم، کودکان هم با ما آواره شدند. از خوشحالی که نیامدیم، از بیچارگی کمک میخواهیم. ما خود ما نخواستیم که آواره شویم. شماری دیگر حتی فرصت گرفتن همین وسایل اندک را هم نداشتند. آنچه را که نجات دادند فقط جان بوده. در منطقه ما هوا، راکت و گلوله از همه جا می بارید. ما مجبور شدیم فرار کنیم. جنگ اینقدر شدید بود که نتانستم هیچ چیز را جمع کنیم. دست کودکانم را گرفته و فرار کردیم. طالبان به صاحب خانه اجازه نمی دهد به خانهش برود. خانه ها را سنگر درست کرده اند. همه ما از این جنگ جان سالم به در نبردند. شماری زخم برداشتند و شماری هم کشته شدند. شفاخانه بوس در شهر لشکرگاه این روزها شاهد زخمی های بیشتری است. نظامیان و غیر نظامیان. هرچند دولت از آمار تلفات حرفی نمی زند، اما شفاخانه امرجنسی در این ولایت می گوید با شدت جنگ شمار قربانیان هم به شدت بالا رفته. از شروع این ماه 210 زخمی به این مرکز آورده شده. در یک هفته گذشته 48 زخمی اینجا بستری شدند که 4 نفرشان به محض رسیدن جان باختند. بیشتر زخمیانی که اینجا آورده شدند از جراحت‌های وخیم رنج می‌برند و شماری از اینها نیاز به جراحی دارند. در گرماگرم مذاکرات دولت و طالبان برای صلح در قطر، مردم در افغانستان همچنان طعم آتش جنگ را می چشند. جنگی که باور مردم و جامعه جهانی را نسبت به نیت طالبان برای آتش بس یک بار دیگر عوض کرد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
ایران به جمهوری آذربایجان و ارمنستان هشدار داده اگر خاکش دوباره هدف آتش درگیری های دو کشور در قره‌باغ قرار بگیرد بی تفاوت نخواهد ماند. از آغاز این درگیری ها چند راکت و گلوله به روستاهای مرزی ایران خورده و دست کم یک نفر را زخمی کرده. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. دومین روز همایش سران اروپا در بروکسل. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز وعده داد که امروز موضوع جنگ قره‌باغ هم در نشست مطرح شود. بزرگتر از مسئله قره‌باغ برای اتحادیه اروپا ترکیه است که از قره‌باغ گرفته تا دریای مدیترانه اسباب نگرانی غرب شده. Good morning, Mr. Secretary. How are you? Good morning, Eric. How are you today? در آمریکا مایک پومپئو وزیر خارجه در گفتگویی با رادیو WSB آتلانتا زنگ خطر را علیه ترکیه به صدا درآورد. وضعیت خطرناکیه. ترک‌ها هم وارد شدن و امکانات در اختیار آذربایجان می‌ذارن که خطر رو بیشتر می‌کنه و هیزم به آتش یک جنگ تاریخی می‌ریزه بر سر محل کوچکی به اسم قره‌باغ که حدود 150 هزار نفر جمعیت داره. قربانی شدن غیر نظامیان محور مهمی از جنگ شده. هر دو طرف یکدیگر را به جنایت جنگی متهم می‌کنند. اینجا بیمارستان مرداگرد یا آقدره در قره‌باغ است که آماج حمله آذری‌ها شده. در مقابل جمهوری آذربایجان از حمله ارمنی‌ها به غیر نظامیان آذری خبر داده. از جمله حمله به گورستانی در ترتر نزدیک جبهه شمالی جنگ. شرکت کنندگان آیین خاکسپاری در این گورستان هدف گلوله توپ شده. شماری از آنها جان باختند. مرداد فرهمند، BBC. ائتلاف رهبری عربستان و حوثی‌های یمن بزرگترین تبادل زندانی را از زمان شروع جنگ 5 سال انجام دادند. بعد از 2 سال مذاکره با میانجیگری سازمان ملل متحد بیش از 1000 زندانی منتقل شدند. گزارشی ببینیم از اسلاویا لیلان سسپنس. Smiles are rare in Yemen. شادمانی در یمن رویدادی نادر است. بعد از 5 سال جنگ خونی، هزاران نفر در بمباران کشته شدند و هزاران نفر دیگر در اثر محاصره که ورود مایحتاج اولیه مثل غذا و دارو را محدود کرده. اما 5 شنبه بعد از 2 سال مذاکره این جشن برپا شد. با توافق ائتلاف رهبری عربستان و جنبش حوثی‌ها برای بزرگترین تبادل زندانی از زمان شروع جنگ، صدها جنگجو به خانه برگشتند. من 3.5 سال در عربستان سعودی زندانی بودم. شکنجمون کردن و به همون توهین کردن. اما این ایمان و اعتقاد ما رو به خدا بیشتر کرد. آماده ایم دوباره به خط مقدم جبهه برگردیم. و همین مسئله مایه نگرانی دو طرف بود. اینکه چه کسانی آزاد شوند و بعد از آزادی ممکن است چه کار کنند. میانجی های توافق می گویند که تمرکزشان بشر دوستانه بوده تا سیاسی. نقش ما در این عملیات بی‌طرف بود. هیچ دخالتی در فهرست زندانی ها نکردیم. فقط روند انتقال رو تسریع کردیم و مطمئن شدیم حال زندانی ها خوبه و با حفظ رعایت اصول بهداشتی به خاطر کرونا معاینه‌شون کردیم. این واقعیت 5 سال جنگ است. کودکان یمنی به خرابه مدرسهشان برمیگردند بدون پنجره، در و میز. با وجود پیامدهای مخرب جنگ، امید وجود دارد. مارتین گریفیس، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن، به شورای امنیت گفته امیدوار است تبادل زندانی باعث جلب اعتماد و زمینه ساز توافق‌های بیشتر شود. حرفی که در یمن هم تکرار می‌شود. این توافق باید نقطه شروع توافق‌های بعدی باشه. از اونجایی که مسئله بشر دوستانه است، بیشتر از اینکه نظامی یا سیاسی باشه. بنابراین این باید مقدمه‌ای باشه، وگرنه ما اهرام فشاری داریم که دشمن رو مجبور به توافق‌های بعدی می‌کنه. چون ما هنوز اسرای سعودی و سودانی داریم. و این واقعیتی است. با اینکه شمار زندانیانی که مبادله شده اند چشمگیر هست، اما هزاران نفر دیگر هنوز در زندانند و 80% جمعیت یمن نیاز به کمک‌های حیاتی دارند. در چنین شرایطی تا پایان بحران فاصله زیادی مانده. سیلویا لنن سپنس، BBC News.
کایل برجس در ایالت یوتای آمریکا مشغول پیاده روی بود که با یک شیر کوهی برخورد کرد و در وضعیت مرگ و زندگی قرار گرفت. شیر کوهی وحشی کایل رو 6 دقیقه تعقیب کرد و او هم همش رو با گوشی موبایل ثبت کرد. نه برو اون ور، برو، خواهش میکنم برو. طرف های ظهر تقریبا بعد ظهر بود. رفته بودم بدوم که با چند حیوان وحشی روبرو شدم. حالا منم و یه شیر کوهی ماده که حسابی از دستم شاکیه، چون فکر میکنه میخوام طول آش رو اذیت بکنم. خب واکنشش دور از انتظار نبود. این وقتیه که نه، از من دور شو. برای من ترسناکترین لحظات اون سه باری بود که به طرفم حمله ور شد. برو اون ور. نه. دفعه آخرش حدوداً 1.5 متر با هم فاصله داشت. واقعا وحشت کرده بودم. چشمام رو بستم و خودم رو برای درد آماده کردم. Holy, come on, dude. ای وای، من دلم نمیخواد امروز بمیرم. مثل گربه‌ای که داره با یک گوله نخ کاموایی بازی میکنه و میپره طرفش تا بگیردش، من همون گوله کاموایی بودم. برو ببینم. برو گم شو. همینطور عقب میرفتم و بهش زل زده بودم. نمیخواستم ازش چشم بردارم، چون هر بار ازش چشم بر میداشتم میپرید طرفم. چه خبرت رفیق؟ میدونستم که اگر واقعا بخواد بهم حمله کنه و از پا بندازتم کاملا میتونه، چون اینا حیوانای خیلی قدرتمندی هن. واقعا دلم میخواست تموم شه، چون 6 دقیقه تو اون وضعیت خیلی طولانیه. بالاخره تونستم یه سنگ بردارم و پرت کنم به طرفش که یا خورد بهش یا فقط ترسوندش و اونم دیگه بیخیال شد و گذاشت و رفت. الان به نظرم انگار خواب می دیدم. ممکن بود کار به جای خیلی باریک بکشه. خوشحالم که به خیر گذشت. من برگشتم پیش خانواده‌ام و اون شیر کوهی مادر هم برگشت پیش توله‌هاش. برسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.